ما امیدواریم این روند آزادی کامل همه زندانیان ایرانی در آمریکا ادامه پیدا کنه و همان گونه که بارها اعلام کردیم ایران آمادگی کامل برای تبادل همه زندانیان را داره و مسئولیت این تعلل بر عهده دولت ایالات متحده آمریکاست. تبادل زندانی در بحبوحه رجزخانی ایران و آمریکا، آیا این بدبستان‌ها راه مذاکره را هموار کرده؟ نزار زکا و جیسون رضاییان هر دو تجربه زندانی بودن در ایران رو دارند و برای آزادی هر دو با ایران مذاکره شد. این دو میهمان برنامه امشب 60 دقیقه. در ادامه این برنامه. To begin the process of ending the Minneapolis Police Department. ادامه تظاهرات علیه نجات پرستی در آمریکا بعد از مرگ جورج فلوید. شورای شهر مینیاپولیس وعده انحلال پلیس را داد. معمای آتش‌سوزی های پی در پی در ایران، دولت میگوید 10% آنها عمدی بوده. و مینیمال هایی برای خلق پورتره، هنرمند ایرانی با طرح‌های ساده هندسی صورت شاعران و نویسندگان را طراحی میکند. من خودم از ارادتمندان ابی هستم، یعنی صدای ابی برای من و در نهایت واکنش خواننده ایرانی مقیم خارج به تعلیق کار گوینده صدا و سیما که به او ابراز علاقه کرد. ابی میپرسد چرا طرفدارانش در ایران تحت فشارند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دونالد ترامپ خود را در برابر دشمنان آمریکا پدیده سختگیر و بدون مماشات توصیف می‌کند، اهل سیاست فشار حداکثری. ولی درست در زمانی که او با سخت‌ترین تحریم‌ها کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، پشت صحنه گویا بر سر تبادل زندانی مشغول گفتگوست. نتیجهش هم آزادی چندین نفر از دو طرف ماجرا، از جمله مجید طاهری پزشک ایرانی ساکن آمریکا که به ایران بازگشت. این اولین بار نیست که ایران و آمریکا از زندانیان در بدوبستان سیاسی استفاده کردند، زندانیانی که خود را گروگان می‌دانستند. آیا تبادل زندانی روزنه گفتگو میان ایران و آمریکا را حتی در دوره‌ای تلخ و پرتنش باز نگه داشته؟ آیا دو طرف از سلب آزادی افراد برای امتیازگیری سیاسی بهره برداری کردند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. این لحظه ورود مجید طاهری به ایران است، پزشکی که ظاهراً کار و زندگیش در فلوریدای آمریکاست و آنجا با نام متیو طاهری به عنوان متخصص پوست مطب دارد. آقای طاهری به اتهام نقض تحریم و ارسال تجهیزات فنی به ایران در آمریکا زندانی بود، اتهامی که خودش آن را قبول ندارد. داشتم کمک می‌کردم به گروه دانشگاه تهران در رابطه با ساختن واکسین ضد هیومن پاپیلوما ویروس که توی انسان‌ها باعث سرطان میشه، به خصوص در خانم‌ها. می‌خواستیم یه کاری در این رابطه بکنیم که برای به اصطلاح سلامت ایرانی‌ها و پیشرفت دانش پزشکی، ولی خب متاسفانه اینهای اتهام خیلی بی‌انصافانه و واهی به ما چسبوندن و من اونجا برای یک سال و شش ماه در زندان بودم. آزادی مجید طاهری نتیجه مذاکره و معامله پشت پرده تهران و واشنگتن است که البته به او هم ختم نشده. هفته گذشته سیروس عسکری هم از زندان آزاد شد که برخلاف مجید طاهری چهره گمنامی نبود و دولت ایران علاوه بر مذاکرات مخفیانه تبلیغاتی علنی هم برای آزادی او کرده بود. در مقابل ایران هم این فرد را آزاد کرد، مایکل وایت، یک ملوان سابق نیروی دریایی آمریکا که میگوید برای ملاقات با دوست دخترش به مشهد رفته بود و نزدیک به 2 سال در ایران زندانی بود. او متهم بود که به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده و در شبکه‌های اجتماعی تصاویر خصوصی منتشر کرده.
حالا دولت ایران میگوید که همچنان برای تبادل زندانیان بیشتر آماده است. ما امیدواریم این روند آزادی کامل همه زندانیان ایرانی در آمریکا ادامه پیدا کنه و همان گونه که بارها اعلام کردیم ایران آمادگی کامل برای تبادل همه زندانیان را داره و مسئولیت این تعلل بر عهده دولت ایالات متحده آمریکاست. اشاره آقای ربیعی به زندانیانی است که هنوز در ایران و آمریکا زندانی اند. در ایران باقر نمازی که به اتهام همکاری با دولت خارجی زندانی است و پسرش سیامک نمازی که اتهام مشابهی دارد، همچنین مراد طاهباز از فعالان محیط زیست که تابعیت آمریکایی هم دارد، از جمله کسانی هستند که چون دو تابعیتی هستند ممکن است با زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله شوند. در آمریکا فهرست هم بلندتر است هم مبهمتر. مثلا سجاد شهیدیان که سایتی برای خرید و فروش آنلاین ایرانی‌های داخل کشور راه انداخته بود و حالا به اتهام نقض تحریم و کلاهبرداری در زندان است، یا رضا اولنگیان که به اتهام تلاش برای ارسال موشک‌های زمین به هوا و قطعات مربوط به هواپیماهای نظامی مجرم شناخته شد، یا منصور ارباب سیر که به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن دستگیر شد. تعداد دقیق ایرانی‌هایی که با چنین اتهاماتی در زندان‌های آمریکا هستند روشن نیست، اما بی بی سی فارسی دست کم 15 نفر را شناسایی کرده، کسانی که عموماً به اتهام نقض تحریم ایران در زندان‌های آمریکا هستند. کیوان حسینی، بی بی سی. جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست و خبرنگاری که 544 روز رو به اتهام جاسوسی در زندان اوین محبوس بوده، از واشنگتن دی سی با ماست. آقای رضاییان، چطور شد که اتهام جاسوسی علیه شما اصلا مطرح شد، یک دفعه سر از زندان در آوردید؟ I think it's a very good question and one that's never been. فکر می‌کنم سوال خیلی خوبیه که هیچ وقت پاسخ کاملی به اون داده نشده از جانب کسانی که من رو زندانی کردن. همونطور که می‌دونید خارجی‌ها و دو تابعیت‌های خیلی خیلی زیادی در ایران بازداشت شدن و زندانی شدن در این چند سال اخیر و همه اونها رو طوری جلوه دادن که انگار اتهام‌های خیلی شدیدی مثل جاسوسی علیه اونها برقرار بوده، اما واقعیت اینه که هیچ وقت هیچ شواهد و ادله‌ای پیدا نشده، ارائه نشده که نشون بده یا ثابت کنه که هیچ وقت گواهی یا شهودی در کار نبودن و در واقع ما به عنوان گروگان گرفته شده بودیم در بعضی از موارد، که در بعضی موارد کسانی مثل نازنین زاغری رتکلیف، نزار زکا، سیامک نمازی و دیگران، همه اینها مثال هایی هست که اگر بهش نگاه کنید میبینید که همه ما رو به جاسوسی متهم کردن که هیچ وقت هیچ برهانی، هیچ دلیل و مدرکی براش ارائه نشد و وجود نداشت. اگر شما گروگان گرفته شده بودید، پس برای جمهوری اسلامی گروگانگیری خیلی موفقی بوده، به خاطر اینکه امتیازات زیادی رو در قبال آزادی شما دریافت کرد. یک موردش مثلا پول نقدی رو دریافت کرد. فکر میکنید که اونها از این روش بهره برداری کردند؟ من فکر میکنم که تاریخ گواهه و خیلی روشن نشون میده که اگرچه این داستان پول نقد رو خیلی همچنان روش اصرار دارن، در نهایت مذاکرات زیادی، واقعیت اینه که مذاکرات زیادی در جریان بود که من به اتفاق آقای حکمتی و آقای آبدینی در برابر آزادی ایرانی هایی که در ایالات متحده زندانی بودند آزاد شدیم. اما این روایتی که پول نقد در قضیه بود، این رو سالها خیلی ها در داخل رژیم ایران ازش استفاده کردن و این رو زیادی پررنگ کردن برای مقاصد خودشون. گفتید که گفتگوهای زیادی جریان داشت. وقتی که در زندان بودید چقدر از گفتگوها و تماسهای میان ایران و آمریکا در مورد آزادی خودتون اطلاع داشتید؟ I
I had very little knowledge of that. من اطلاعات خیلی کمی در این باره داشتم. این مذاکرات در خفا اتفاق می افتاد. فکر می کنم بیشتر مذاکرات درباره آزادی کسانی که زندانی هستند با این شرایط در انظار عمومی انجام نمیشن، برای اینکه هر چه بیشتر اطلاعات خارج بشه و در اختیار مردم قرار بگیره، خب خیلی سخت‌تر میشه توجیه کرد برای افکار عمومی که چرا داریم برای آزادی افراد بیگناه مذاکره میکنیم. ولی خب در نهایت فکر میکنم که تلاش ها برای آزادی من به همون هفته های اول حبس شدن من برمیگرده و خب من نمیتونم مطمئن باشم که این در مورد بقیه شهروندان آمریکایی که الان در ایران زندانی هستن هم همین صدق میکنه یا نه. الان که به اون دوران نگاه میکنید، خصوصا وقتی که آزادی شما همزمان شد با برجام، آیا این احتمال رو هم مطرح میکنید که دوباره گفتگوهای بین مقامهای ایران و آمریکا به جایی برسه که مثلا دو طرف توافق بکنن بر سر موضوعی و آزادی زندانیان زمینه گشایش در رابطه دو کشور بشه؟ Look, I mean, I think anything is possible. ببینید، من فکر می‌کنم هر چیزی خب می‌تونه ممکن باشه. مذاکرات همیشه ممکنه که به یک چنین نتایجی برسه. ما در تاریخ هم همچین چیزی رو داشتیم که دو دولت که روابط خیلی بدی داشتن در نهایت در یک سری مسائلی که مورد منفعت و نگرانی جفتشون بوده مذاکره کردن و خب این در نهایت به روابط بهتری بین اونها منجر شده. من همچنین باور دارم که آزاد کردن گروگان‌ها، اگه به خود این نفس این عمل نگاه کنیم، طبیعتاً جو بهتری رو ایجاد می‌کنه و یک گام ساده است برای اینکه اعتماد رو بین دو طرف بیشتر کنه. ولی خب متاسفانه من فکر نمی‌کنم که هیچ کدوم از دو طرف این قدمی رو برداشته باشن در مورد ایران در این 40 سال اخیر و در مورد آمریکا در این چند سال اخیر. بسیاری از اتباع دو طرف دارن زندانی میشن در هر دو طرف با اتهامایی که هیچ وقت ثابت نمیشن و این یک شرایط دشوار و پیچیده و قامز رو ایجاد کرده. من فکر میکنم که آزاد کردن این حرفا میتونه کمک کنه که دو طرف دوباره برن به سمت مذاکره، اگر که واقعا علاقه رو داشته باشن. وقتی که شما زندانی بودید و بعد آزاد شدید، تیم کاملا متفاوتی در کاخ سفید بودن در وزارت خارجه آمریکا. الان آقای ترامپ در یک پیامی از ایران چند روز پیش تشکر هم کرد بابت آزادی مایکل وایت. آیا آقای ترامپ رو شما جدی میدونید برای اینکه باب گفتگو رو در این زمینه باز بکنه؟ Look, I think President Trump من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ شخصا در این سه سال و نیم گذشته در دوران ریاست جمهوریش خیلی ثابت قدم بوده و همیشه یک حرف رو زده که میخواد با ایران مذاکره کنه و من شنیدم که خیلی وقتا از مشاوران ارشد او آیا اونها این پیام رو دارن به طور دقیق منتقل میکنن یا نه، اون یک بحث دیگه است. خیلی سخته که این رو بگیم که آیا این پیام واقعا صادقانه است یا نه، ولی خب من الان در این فاصله الان تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر این امکان رو واقعا خیلی پررنگ نمیبینم که بتونن دو طرف سر مسائل خیلی حساس و قامزی مثل برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا فعالیت‌های ایران در منطقه بتونن بیان مذاکره کنن به صورت جدی در این چند ماهی که پیش رو داریم تا انتخابات. آقای رضایان خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. جیسون رضایان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در واشنگتن. اما نزار زکا یک شهروند لبنانیه که اقامت دائم آمریکا رو داره. آقای زکا به ایران دعوت شد ولی به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شد و بیشتر از 4 سال در زندان بود. آزادی مشروط او در تابستان پارسال خبر بزرگی بود و مقام‌های لبنان مثل قهرمان ملی از او استقبال کردند. گفته شده که میشل اون رئیس جمهوری لبنان و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان برای آزادی آقای زکا تلاش کرده بودند. نزار زکا کارشناس فناوری ارتباطات از واشنگتن دی سی با ما هست. آقای زکا، شما از طرف یک مقام ارشد دولتی به کنفرانسی در تهران دعوت شدید. چطور شد که یک دفعه اتهام جاسوسی علیه شما مطرح کردند و ناپدید شدید؟
بله واقعیت همینه که خانم مولاوردی معاون رئیس جمهور ایران من رو برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرد. من یکی از سخنران اصلی این کنفرانس بودم و بعد در هتلم من رو گروگان گرفتن نیروهای لباس شخصی که ظاهرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند و بعدش من متوجه شدم که نیروهای ایرانی اگرچه می‌خواستند که توافق هسته‌ای رو امضا کنند به هر حال من رو گروگان گرفته بودند و فکر می‌کردند که دستگیر کردن من، زندانی کردن من یک علامتی بود از جانب سپاه پاسداران که به دنیا بگه که با وجود رسیدن به توافق برجام نمیخوان که به سوی جهان خارج از ایران باز بشن و در واقع استقبال نمیکنن از خارجی‌های دیگری که بخوام به ایران برن مثل من. یعنی فکر میکنید که در شطرنجی که بین ایران و آمریکا در جریان هست شما قربانی شدید؟ قطعا من رو گرفتن تا بتونن به یک امتیازهای سیاسی برسن و من شاید بشه گفتش که ضعیف‌ترین مهره بین طرف‌های مختلف بودم. من یک شهروند لبنانی بودم، بنابراین گرفتن من برای ایرانی‌ها خیلی آسون بود. بیشتر از 1000 روز شما در ایران محبوس بودید، آیا اطلاعی داشتید که گفتگوهای جریان داره بین مقام‌های ایران و آمریکا و مقام‌های مثلا لبنان و ایران؟ من هیچ وقت چنین جزئیاتی رو نمیدونستم. من فکر میکنم این بازی سپاه پاسداران بود که اونها کارشناس هستن و خیلی خبره هستن در این بازی ها. اونها تصمیم میگیرن که چه قدم هایی رو بردارن و فکر نمیکنم که غرب حرف زیادی یا وزن زیادی در این بازی ها داشته باشه در قبال سپاه پاسداران، در رویاروی با سپاه پاسداران. اونها هر کیو بخوان میگیرن و هر وقت که فکر کنن که به نفعشونه اون این گروگان ها رو آزاد میکنن و در این 40 سال گذشته از زمانی که سفارت آمریکا در ایران رو تأثیر کردن این بازی رو داشتن ادامه میدادن. امروز یه نفر رو آزاد میکنن، بعد فردا یک نفر دیگر رو گروگان میگیرن تا وقتی که کسی اونها رو مجازات نکنه برای کاری که کردن به همین روند ادامه میدن. گفته شده بود که حسن نصرالله در آزادی شما نقشی بازی کرده، شما این رو تکذیب کردید، ولی خب میشل اون رئیس جمهوری لبنان مکرر این موضوع رو خواسته بود. آیا گروه‌های متحد ایران یا کشورهای ثالث در مناقشه بین ایران و آمریکا میتونن نقش بازی بکنن و زمینه مثلا آزادی افرادی رو فراهم بکنن که مثل شما ممکنه در این مناقشه گیر کرده باشن در یکی از این کشورها، ایران یا آمریکا؟ صادقانه بگم فکر نمی کنم که من خب قدران کمک پرزیدنت میشل اون هستم. اینکه جویای حال من بود، به استقبال من اومد وقتی که آزاد شدم، این برای من ارزش زیادی داشت و این نشون میداد که نشون داد به همه دنیا و لبنان که من نه یک مجرم هستم نه یک جاسوس هستم، من فقط یک گروگان بودم. ولی خب واقعا لبنان نمیتونست هیچ فشاری بر ایران وارد کنه که کاری بکنه. واقعیتی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصمیم گرفت که من رو آزاد کنه و اونها میتونن بگن که اینو به خاطر حزب الله انجام دادن، ولی خب این درست نیست، واقعیت نداره. من 4 سال زندانی بودم، برای ماها چشممو بسته بودن و فکر نمی کنم که من رو آزاد کرده باشن به خاطر لطفی به مثلا حزب الله. اگه واقعا اینطور بود منو بعد چند روز آزاد میکردن. من هیچ وقت هیچ مجرم نبودم. من حتی یک جریمه راهنمایی رانندگی در ایران دریافت نکردم، در هیچ وقت در زندگیم دریافت نکردم. تصور میکنم که قضای ایران رو شاید کم و بیش دنبال بکنید. آزادی شما آیا فکر میکنید که و آزادی هایی که بعد از اون اتفاق افتاد زمینه یک گفتگوی بزرگتر و بعد شاید یک توافق بین ایران و آمریکا رو فراهم بکنه یا خیر؟ Ooh.
دو چیز. اول از همه من فکر میکنم که برای اولین بار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارن میفهمن که سیاست گروگان گرفتن همیشه به نفعشون نیست و خب باید کردیت این رو، اعتبار این رو به دولت دونالد ترامپ بدیم، برای اینکه سپاه پاسداران نتونسته که موفقیت‌های زیادی اخیراً عایدش بشه از این گروگانگیری‌ها. اما در ارتباط با فرایند صلح یا مذاکره کردن، خب دولت اوباما یک توافقی رو با ایران امضا کرد، ولی خب این توافق در نهایت چوب لای این چرخ گذاشت سپاه پاسداران، برای اینکه سپاه پاسداران خواستار صلح نیست. اونا فکر میکنن که هر صلحی و هر بازگشایی و گشایشی بین ایران و جهان در نهایت به نابودی جمهوری اسلامی خواهد انجامید و ایران شاهد یک حکومت دموکراتیک خواهد بود و اونا چنین چیزی رو نمیخوان. بنابراین در نهایت صلح نخواهند کرد، توافق نخواهند کرد، و وقتی هم که دیدیم که توافقی امضا شد که بهترین توافق ممکن بود که پرزیدنت اوباما برای ایرانی ها مهیا کرد و امضا کرد، دیدیم که سپاه پاسداران چه رفتاری کرد، برای اینکه اونا خواستار چنین توافقی نیستن. ممنونم آقای زکا. نزار زکا، کارشناس فناوری ارتباطات از واشنگتن دی سی به ما. اما پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از تهران با ماست و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام هلند. آقای مجتهدزاده، فضای رابطه ایران و آمریکا این اواخر تا یک جنگ تمام عیار پیش رفت، ولی خب گفتگوها بر سر تبادل زندانی کم و بیش ادامه داشته. این میتونه فضای بین دو کشور تغییر بده به نظر شما؟ هر چیزی امکان داره در این شرایط از دید بنده، ولی من در برخورد با این وضعیت جدید که در حقیقت بارها در چند سال گذشته تکرار شد امید زیادی ندارم. یعنی من به قول مثل انگلیسی سرمایه گذاری زیادی نمی کنم رو این وضعیت، چون کاملا غیر معتبر هست، کاملا بی اعتبار هست، کاملا متزلزل هست از هر دو طرف، از جانب هر دو طرف. ما از طرف ایران میبینیم که به محضی که یه همچین پیشنهاداتی مطرح میشود دو تا سه تا صدای مختلف در آن واحد نظر میدن و همدیگر رو عرض کنم و شما که کنسل میکنن، همدیگر رو باطل میکنن در بحث برخورد. و از اون طرف هم آقای ترامپ فکر میکنم که در طول این سه چهار سال گذشته، سه سال گذشته حداقل، ثابت کرده از کد و از خود نهیم نمونه سال گذشته خودش نباتات با یک قول قرارهایی به وسط آمد و آقای ترامپ تا اونجا پیش رفت که شماره تلفن شخصی خودش رو هم به طرف ایرانی داد و بعد هم تا اون حد پیش رفت که حقیقتا دست به اقدام کودکانه ای زد که من این شماره تلفن رو عرض کنم در مطبوعات متاسفانه آقای میگم که مبادا طرف ایرانی وقتی اشتباهی شماره تلفن کسی دیگری رو بگیره. آقای مجتهدزاده متاسفانه صداتون قطع و وصل میشه، ما سعی میکنیم که روی خط تلفن با شما صحبت بکنیم. آقای عطابکی، شما چی فکر میکنید؟ این مبادله رو نوعی تعامل میبینید یا اینکه شما هم مثل آقای مجتهدزاده تردید دارید؟ ببینید، در روابط بین الملل مبادله زندانیان سیاسی امر نادری نیست. به همین تاریخ قرن بیستممون نگاه بکنیم، در زمان جنگ سرد میان دو ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا بارها جاسوس ها و زندانیان سیاسی مبادله شدند و این هیچ کمکی هم البته به تعامل بین این دو ابرقدرت نکرد. اگر قرار بود تعامل صورت بگیره در صحنه های دیگه بود. اما در مورد این وضعیتی که پیش آمده، مبادله زندانی سیاسی، مبادله زندانی یا جاسوس نیست. به واقع ما با یک پدیده به نام گروگانگیری روبرو هستیم که اگر نگاه کنیم به تبار جمهوری اسلامی
نخستین تجربهش رو با گروگانگیری سفارت امریکا داریم 40 سال پیش و اتفاقی که افتاد که هنوز بختک خودش رو بر روابط بین الملل، روابط ایران با ایالات متحده امریکا انداخته. هرگاه این گروگان ها به ناروا در اختیار جمهوری اسلامی قرار می گیرند، گروگانگیری می کنه و بعد آزاد می کنه، باید توجه داشته باشیم که نوعی نقار رو در رابطه بین این دو کشور به عمق می بره، نوعی بی‌اعتمادی رو بین این دو کشور به عمق می بره. یعنی در حقیقت من نمی بینم که تعاملی یا بهبود رابطه بین ایران و امریکا از قبل این گروگانگیری، این رفتار عصر جاهلیت به چشم بخوره. من تردید ندارم که ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی بضاعت این رو دارن در آینده کوتاه، میان مدت یا بلند مدت به تعاملی برسن در بسیاری از زمینه ها، این چیز غیر محتملی نیست. اما در این تردید دارم که این گروگانگیری و آزاد کردن این گروگان ها کمکی به این رابطه بکنه. آقای مشتری‌زاده، شما قبول میکنید که ایران، جمهوری اسلامی ایران، اقدام به گروگانگیری میکنه با زندانی کردن اتباع آمریکایی ها، ایرانی آمریکایی هایی که در ایران هستند؟ ببینید، شما از آغاز این برنامه شخصا رأسا و از قول اون گروگان ها، به اصطلاح گروگان ها و دوستمان، صحبت از گروگانگیری این افراد از طرف ایرانی ها کردند. آیا شما صدای از ایران شنیدید که توضیح بدهد که این گروگانگیری بود یا نه؟ ببینید، به عبارت دیگر میخوام به شما بگم از من نخواهید که وارد بحثایی بشم که در اعماق اطلاعات و ضد اطلاعات دفن شده باشد و بعد میام به شما بگم که این حرف درست است یا اون حرف درست است. من نمیدونم، اما اینو به شما عرض بکنم که همینطور که دوست ما تاکید کردم و من هم گفتم، من این وضعیت رو وضعیت مساعدی برای مذاکرات صلح‌آمیز دو طرف قلمداد بکنم، من این وضعیت رو اون شکلی نمی‌بینم. همینطور که شما الان مؤکدن و مؤکدن صحبت از گروگانگیری میکنی، من هم میخواهم مؤکدن و مؤکدن به شما بگم که آقای ترامپ در کدوم کار خودش ثابت قدم بوده است. ببینید، سه بار با رهبر کره شمالی صحبت کرد، هر سه بار بزرگترین جنجال بین المللی زد و هر سه بار قهر کرد و ترک کرد مذاکرات رو. چطور میشود که بنده ای که یک ناظر دانشگاهی بی‌طرف هستم به شما بگم یا به دولت ایران بگم که اعتماد بکنید به حرفای این آقای ترامپ؟ آقای ترامپ همه مسائل رو اگه دقت کرده باشید از زاویه بهره برداری تبلیغاتی شخصی خودش نگاه میکنه و پیگیری میکنه، نه از زاویه تأمین منافع ملی دو کشور، دو طرف. لاجرم، البته طرف ایرانی هم که مشکلات خودش رو داره. لاجرم در این وضعیت من با مبادله کردن دو چند تا زندانی و یک وعده خوب به یه شماره تلفن دادن، من خودم رو فریب نمیدم و خودم رو آماده پذیرش این حرف نمی کنم که آینده درخشانی در پیش است. آقای اتابکی، شما گفتید که جمهوری اسلامی اقدام به گروگانگیری میکنه. آقای مشتری‌زاده میگن که دولت ترامپ هم دولتی نیست که خیلی بشه بهش اعتماد کرد، یا شخص آقای ترامپ هم خیلی در این زمینه ها از خودش ثبات قدم نشون نداده. ببینید، کارنامه آقای ترامپ رو همه میدونیم، اینکه قابل اعتماد نیست، ابن الوقت، اینکه به هر صورت به عنوان یکی رهبر پوپولیست کارنامه چندان درخشانی در بسیاری از زمینه ها نداره، بر اون اشراف داریم. اما نکته ای که اینجا هستش، من واژه درستی پیدا نمی کنم در برابر رفتاری که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به اون دست زده. وقتی که شما یک دانشجوی دکترای امریکایی دانشگاه پرینستون رو که داره درباره قاجار کار میکنه دستگیر میکنید و 10 سال زندان به اونو محکوم میکنید به جرم اینکه اسناد سازمان ملی اسناد ایران رو در اختیار داره، همون اسنادی که یک ماه پیش سازمان اسناد ملی به رایگان در دسترس همه قرار داد، وقتی که خانم فریبا عادل‌خواه رو
پژوهشگر ایرانی که در میان کسانی که به مطالعات ایرانی علاقه دارند شهره بود به هواداری از رفتار جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها. وقتی شما اینها رو می‌بینید، وقتی شما دستگیری خانم زاغری رو می‌بینید به جرم اینکه تبانی کرد برای امنیت، برای در حقیقت تهدیدی بود برای امنیت جمهوری اسلامی، من واقعا واژه دیگری جز گروگانگیری این و این در حقیقت رفتاری است که در تبار این نظام هست که پیشینم داره، پیشینه بسیار بسیار بلند تاریخی داره، به عصر جاهلیت میرسه، که در حقیقت تلاش میکنه در صحنه رفتار بین الملل پاشنه آشیل طرف مقابل رو به نوعی پیدا کنه و اون رو در حقیقت فشار بده. این رو هم بگم که شرم‌آوره و واقعا جانکاه جناب موسوی که بسیاری از این کسانی که دستگیر شدن با مهر به ایران رفتن، ایران دوست بودن و شهروند ایران خودشونو میدونستن. آقای مشتهدزاده، بعضی میگن که در عالم سیاست هیچ امری غیر ممکن نیست، مثلا زمانی دیپلماسی پینگ پونگ یخ روابط آمریکا و چین رو ذوب کرد، همین گفتگوهای کره شمالی هم که شما اشاره کردید که به سطحی بسیار بالا رسید با آزاد کردن یک زندانی شروع شد. من نکات شما رو درک میکنم، ولی چرا این احتمال رو هم نباید در مورد ایران مطرح کرد یا در حقیقت روش حساب باز کرد؟ برای این که به شما عرض کردم، هر دو طرف این ماجرا دچار مشکلات عظیم اعتماد هستند. عرض کنم حضور شما که متاسفانه در این بحثی که تا حالا پیش رفت یک قسمتی از بحث من رو روش تکه کردیم که اینا گروگان میگیرن یا نمیگیرن. من فکر میکنم این توضیحاتی که آقای تورج عطابکی دادن تو باز هم مثل همون اتهامی که به من زدن توضیح واضحاتیشون دارن میگن. آقای عطابکی، خود من که اینجا نشستم یکی از قربانیان این کارهای خارج از قانون جمهوری اسلامی ایران هستم. من از همه دانشگاه ها اخراج کردم، من از زندگی انداختن، من از کسی طرفداری نمی کنم. من به عنوان یک دانشگاهی بی طرف دارم صحبت میکنم. میگویم هر دو طرف، نه یک طرف، هر دو طرف دچار نقصانهای عظیمی هستند در زمینه اعتماد و شما نمیتونید بر اساس بی اعتمادی با همدیگر مذاکره بکنید، با همدیگر صلح بکنید یا با همدیگر قرارداد ببندید. من صحبت از هر دو طرف کردم. در اولین جمله خودم هم گفتم پیش از اینکه از ترامپ ایرادی بگیرم، گفتم که در تهران شما با صدای تنگانه مواجه هستید. شما نمیدونید که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را باور بکنید یا دبیر شورای امنیت ملی را باور بکنید. این مشکل رو من گفتم مال هر دو طرف هست. هر دو طرف قادر نیستن که اعتماد لازم رو برای حل مسائل بین خودشون و بین بقیه دنیا ایجاد بکنن. لاجرم من فکر میکنم که بهتر است که ما وارد بحثای احساسی نشیم و کاملا با دقت نگاه بکنیم که هر دو طرف مشغول بهره برداری های تبلیغاتی شخصی یا ایدئولوژیکی هستند. آقای ترامپ شخصا میخواهد بگوید که برجامی رو که اوباما امضا کرد غلط بده، همون برجام رو من باید امضا بکنم تا خوب بشه. این ماحصل همه این ماجراجویی هاست. اون طرف قضیه هم شما عرض کنم، به شما عرض کردم، شما هرگز نخواهید دانست که صدایی که از تهران می آید مورد قبول دستگاه هست یا مورد قبول دستگاه هست. آقای عطابکی، خیلی وقتمون کمه، 30 ثانیه در آخر برنامه به هر دوی آقایون وقت میدیم. شما پس با این حساب هیچ شانسی رو به دیپلماسی الان نمیدید بین دو طرف؟ حتما من شانس میدم به دیپلماسی بین دو طرف. حتما زمینه هایی وجود داره که دو طرف میتونن بر اساس اون توافق کنن، یخ بین دو کشور آب بشه. آقای ترامپ یک انسان کاملا اهل معامله است، تاجر مسلکه و میتونه بسیاری از موازین در حقیقت شناخته شده روابط بین الملل رو زیر پا بذاره، این بضاعت رو داره. از طرف دیگه ما یک حکومت فقیه سالار در ایران داریم که بضاعت اینو داره که پشت کنه به تمام اون ارزش‌های یا درزش‌هایی که خودش برای 40 سال در بوق و کرنا دمیده و به نظر من این بضاعت رو موجود هست برای تعامل. اما اتفاقاتی از این دست
یعنی گروگانگیری و آزاد کردن اینها به نظر من کمکی به اون رفع نقاری که بین این دو کشور وجود داره نمی کنه، بلکه در فرهنگ عمومی، در اون خاطره سازی جمعی که این کشورها دارند، در حقیقت سایه سیاهی خواهد انداخت. آقای مشتاق زاده، خیلی وقتمون کمه، شما اگر جدی نمیگیرید این بدبستان ها رو، فکر میکنید بعد از این در رابطه دو کشور چی اتفاق میفته؟ آیا فقط جنگ به عنوان یک گزینه میمونه در نهایت؟ نه، بنده احتمال جنگ رو خیلی خیلی ضعیف میدونم، به خصوص در این شرایط که جنگ کننده، اگر فرض بکنیم که ایالات متحده امریکاست، مطلقاً به سودش نیست که در این وضعیتی که در آستانه انتخابات دوره بعد هست آقای ترامپ جنگی رو شروع بکنه، به خصوص اینکه کنگره ایالات متحده، ایالات متحده امریکا یه دموکراسی است، یه حکومت فردی و شخصی نیست که شخص رئیس جمهور عوض بکنه، کاری بکنه. من احتمال جنگ رو به طور کلی نادیده میگیرم، ولی این وضعیت از دید من ادامه خواهد داشت. چرا؟ ببینید، یک بار دیگه تکرار میکنم، شما نمیتوانید در وضعیت عدم صداقت و عدم اعتماد بخواهید سازندگی مثبت در روابط دو کشور داشته باشید. شما به هیچ وجه، من حداقل حد به هیچ وجه قانع نشدم که آقای ترامپ در این مانورهای سیاسی دیپلماتیکی که میده صداقت داشته باشد. من هرگز نمیبینم که بدون صداقت و بدون که از دو طرف عدم اعتماد ایجاد میکنه بتونیم ما به نتیجه مثبت برسیم. لاجرم از دید من این وضعیت ادامه خواهد داشت، این بازی ها ادامه خواهد داشت، و تا اینی که آقای ترامپ به انتخابات دور بعدش برسد، و بعد انتخابات رو ما باید پیش بینیم. ممنونم از پیروز مشتاق‌زاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در تهران، و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام. سخنگوی دولت ایران میگوید حدود 10% آتش سوزی های اخیر در این کشور عمدی بوده و عده‌ای بازداشت شدند. به گفته علی ربیعی، قوه قضاییه در حال بررسی این حوادث است. هنوز معلوم نیست که چه گروه یا افرادی عامل این حوادث بودند. کاوه مشکات نگاهی کرده با آتش سوزی های هفته های اخیر در ایران که نگرانی های زیادی ایجاد کرده. این روزها آتش به دامان جنگل، بوستان و حتی کارخانه ها در نقاط مختلف ایران افتاده. از اول این ماه به گفته استاندار تهران بیش از 25 آتش سوزی در پایتخت رخ داده که 3 تا 4 مورد آن عمدی بوده. آتش سوزی های مثل این در پارک چیتگر که یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته تعمدی بوده. در انتهای شمال غربی پارک ساختمانی از انوار پلی‌اتیلن وجود دارد که در آنجا آتش سوزی در اثر سهل‌انگاری رخ داد و این آتش سوزی عمدی بوده است. موضوعی که استاندار تهران آن را به صورت تلویحی تایید می کند. آتش سوزی های عمدی که مشخص نیست عامل آن چه فرد یا افرادی هستند. الان هم که با افزایش گرما و آفتاب مواجه هستیم، بعضا این آتش سوزی به خاطر سهوی است، یعنی یه چیزی است که بالاخره در همین حالا جرقه هایی که ایجاد میشه منجر به آتش سوزی میشه، بعضا هم به صورت موردی آتش سوزی های عمدی صورت میگیره که خب اونا دستگیر شدن و با قاطعیت نسبت به اقدام پلیدی که دارن مجازات خواهد شد. اینجا که میبینید پایک چوبی کیانپاس اهواز. در 3 هفته گذشته آتش سوزی های مختلفی در ایران رخ داده که میتوان آن را به 2 گروه عمدی و غیر عمدی تقسیم کرد. زنگ زدیم آتش نشانیه، الان نیم ساعت نیومده. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، هم گفته از 103 مورد آتش سوزی تنها بیش از 10 مورد آن عمدی بوده. 103 مورد عمدی، آگاهانه و سهل‌انگارانه تشخیص داده شدند و حدود 159 نفر مظنون شدند و تحت سوال و جواب قرار گرفتند. 10% آتش سوزی ها حداقل عمدی بوده است، اما این اظهار نظر اولیه است و باید مورد بررسی قوه قضاییه قرار بگیرد. اما آتش سوزی در ماه‌های گرم سال اتفاق تازه‌ای در ایران نیست.
حریق هایی که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بخشی از آنها به علت خشک شدن علف های هرز است و گاهی یک تکه شیشه و یا پلاستیک هم می تواند یک جنگل را به آتش بکشد. وقتی بارون پراکنشش بخصوص خوب باشه و به اندازه تقریبا کافی هم باشه، رشد علف ها در مراتع و زیر جنگل که اشکوب میگن زیاد میشه. وقتی زیاد شد اینا رشد میکنن، بالاخره تابستون میرسه خشک میشن. بله. وقتی خشک شدن همه چیز آماده آتش سوزی هست. ما در طبیعت جرقه داریم، رعد و برق داریم، صاعقه داریم، خورد شیشه داریم در کف جنگل. بله. اشتباهی ته سیگار میندازن، مزاره رو آتش میزنن که دوباره کش بکنن. بله. همه جور خطر محیط زیست ما رو از نظر آتش سوزی تهدید میکنه. رئیس قوه قضایی ایران هم دستور پیگیری آتش سوزی هایی را داده که به گفته او در بعضی از مراتع و فضای سبز تهران رخ داده و اتفاقی هم نیست. حوادثی مثل حریق در مجتمع تجاری زیتون. اتفاقات داخلی مانند آتش سوزی در مراکز تجاری، مراکزی مانند معادن، کارخانجات و مراکز تجاری دیگر که رخ داده، بیانگر این به هم پیوسته که بیانگر عمدی بودن این حوادث است و نقش سازماندهی شده‌ای برای این خرابکاری‌ها است. باید در نظر داشته باشیم که این حوادث و خرابکاری‌هایی که اتفاق افتاده از سازماندهی شده‌ای منظمی برخوردار بوده که توسط و احتمال بسیار توسط گروه‌های که توان عملیاتی داشتن مانند مجاهدین خلق هدایت شده. قسم اینجا بزن. اسکو سلطو. هنوز پلیس یا قوه قضاییه ایران گزارشی رسمی درباره آتش‌سوزی‌های چند ماه اخیر منتشر نکردند. مجلس حالا وزرای کشور و اطلاعات را برای توضیح فراخوانده. موضوعی که به نظر می‌رسد کم کم رنگ و بوی امنیتی به خود می‌گیرد. کاوه مشکات، بی بی سی. در آمریکا اعتراض‌ها به بدرفتاری نژادی ادامه دارد. از جمله در لس آنجلس تظاهرات بزرگی برپا شده. این اعتراض‌ها با کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست هنگام بازداشت توسط پلیس شروع شد. دیروز در پی یک تجمع اعتراضی در مینیاپولیس اکثر اعضای شورای شهر قول دادند که پلیس این شهر را منحل کنند. در همین حال اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که در این مجلس اکثریت دارند، طرح جامعه را برای پیگرد پلیس‌های خاطی و شفافیت در رسیدگی به تخلفات اونها پیشنهاد کردند و امروز در هیوستن تگزاس که تصاویر زنده را هم می‌بینیم، مردم با جنازه جورج فلوید در یک کلیسا وداع می‌کنند که این تصاویر زنده از همین کلیساست و لحظه‌ای هم یا در گوشه‌ای از تصویر هم بخشی از تابوت جورج فلوید را هم می‌بینیم. به خاطر رعایت فاصله گذاری اجتماعی کم و بیش وارد شدن به این کلیسا با نوعی از مقررات همراه هست. به همین دلیل می‌بینید که تعداد کمی در این کلیسا هستند و با فاصله از همدیگه دارن از مقابل تابوت رد میشند و ادای احترام میکنن به تابوت جورج فلوید. هادی نیلی خبرنگار ما همین الان از اونجا مقابل همین کلیسا با ماست. هادی، تصاویر زنده را از داخل کلیسا داشتیم، کمی از بیرونش بگو لطفا. جمال، از ساعتی پیش که هنوز حتی در کلیسا رو باز نکرده بودن برای اینکه مردم برن و با تابوت وداع بکنن با در واقع پیکر جورج فلوید، مردم جمع شده بودن. البته اینجا تنها جایی نیست که صف درست شده، در یک پارکینگ دیگری 4-5 دقیقه اینجا با فاصله داره با خودرو، مردم اونجا جمع میشن، پارک میکنن و بعد اتوبوس‌ها و مینیبوس‌های اونها رو میاره به اینجا، بعد دوباره صف می‌بندند. و اینطور که من با برخی از اونها صحبت می‌کردم، برای خیلی از اونها این لحظه لحظه نمادینیه، این روز نمادینیه، روز آخرین فرصتی هست که وداع بکنن با جورج فلوید، کسی که نمادی شده از برخورد نژادی و سابقه نژادپرستی در آمریکا در 400 سال اخیر، موضوعی که فراتر از این دولت و دولت‌های قبلی و حتی فراتر از تشکیل ایالات متحده آمریکا در این کشور و برمیگرده به 400 سال پیش، 4 قرن پیش و سابقه بردهداری و نژادپرستی در آمریکا. برای خیلی از اونها وقتی صحبت میکنی باهاشون میگن که تماشای اون حدود 9 دقیقه فیلم که مأمور پلیس که الان اخراج شده درک شاوین زانوش رو روی گردن جورج فلوید گذاشته بود و در اون 8 دقیقه و 46 ثانیه کسی نبود که جلوی مأمور پلیس رو بگیره و مأمور پلیس با خونسردی کامل با ظاهرا تصور اینکه مسئولیت داره این کارو میکرد. برای اونها خیلی نمادینه که در آمریکا چنین تظاهراتی برای 2 هفته در جریان بوده
و موضوع بیش از همه موارد قبلی، چون اولین موردی نیست که یک سیاه‌پوست غیر مسلح در مواجهه با پلیس در بازداشت پلیس کشته میشه، ولی برای اونها نمادینه که این بار اینقدر گسترده در آمریکا در موردش اعتراضات برانگیخته شده. حدود دو سوم مردم در نظرسنجی‌ها گفتن که رفتار پلیس در این فیلم رو تقبیح میکنن، رفتار پلیس براشون قابل توجیه نیست. در موارد قبلی چنین اجماعی در جامعه دیده نمیشد، برای همین خیلی برای کسانی که اینجا برای تسلیت به خانواده جورج فلوید آمدن این لحظه مهم هست. تصاویر زنده رو هم میبینیم از شهر هیوستون در ایالت تگزاس. جو بایدن رقیب آقای ترامپ هم قراره که سفر بکنه به اونجا، با اعضای خانواده جورج فلوید دیدار داشته باشه، یک پیام ویدیویی هم داده. از همین حالا مباحث سیاسی سایه انداخته بر این مراسم. همینطوره، در واقع تا دقایق قبل خبر رسید که او این دیدار رو انجام داده اینجا در هیوستون و اعلام کردن تیم انتخاباتی جو بایدن که او در مراسم فردا که یک مراسم خصوصی و خانوادگی برای خاکسپاری هست شرکت نمی‌کنه، برای اینکه به گفته اونها تیم محافظت این نامزد عمده ریاست جمهوری مراسم رو به هم نزنه. خیلی موضوع سیاسی هم شده، یعنی اساسا بیش از هر چیز شاید به جنبه سیاسیش این روزها داره توجه میشه، سیاست سایه انداخته بر اون، از جمله از این بابت که از یک طرف جناح جو بایدن دموکرات ها دارن دولت رو متهم میکنن، دولت دونالد ترامپ رو، که به موقع در این مورد موضع نگرفته و هنوز هم دونالد ترامپ اظهار نظر و سخنرانی مشخصی در مورد مسئله نژادپرستی در آمریکا نکرده. یک بار که نطق کرد هفته پیش همین روز بود که یک هفته بعد از واقعه بود و اون هم بیشتر نطقش در مورد جلوگیری از شورش بود، در مورد اعمال قانون بود، ضمن اینکه همدردی هم کرد با خانواده جورج فلوید. گفته شده که شاید دونالد ترامپ در این روزهای آینده در مورد مسئله نژادپرستی در آمریکا هم نطقی بکنه، ولی خیلی ها از جمله معترضان که در خیابان بودند و همینطور جناح انتخاباتی جو بایدن این واکنش دولت رو دیر هنگام و کم تلقی میکنن. از اون طرف دولت و مشخصا ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ داره جو بایدن رو متهم میکنه که اینها در پی منحل کردن پلیسند، چیزی که البته جو بایدن ستاد انتخاباتیش تکذیب کرده. آقای بایدن در سابقه حضورش در سنا، مجلس سنای آمریکا، این رو داره که خیلی حمایت میکرد از برخوردهای پلیسی، از افزایش قدرت پلیس، از بازداشت‌های گسترده. سپاسگزارم از هادی نیلی از هیوستون تگزاس در آمریکا با ما. ابی خواننده ایرانی مقیم خارج از کشور از ممنوع تصویر شدن محمد رضا حیاتی گوینده خبر تلویزیون ایران ابراز تأسف کرده. آقای حیاتی که از قدیمی ترین چهره های تلویزیون جمهوری اسلامی است، اخیراً در یک مصاحبه خود را یکی از ارادتمندان ابی معرفی کرد. بعد از این مصاحبه او گفت که کارش در تلویزیون تعلیق شده. ابی در یک پست اینستاگرامی گفته نمیداند چه گناهی کرده که بعد از 41 سال هنوز علاقمندانش در ایران تحت فشار هستند. باران عباسی گزارش می‌دهد. در دل میلیون‌ها ایرانی جا دارد. و گذشت سالها چیزی از محبوبیتش کم نکرده. پای همه گل دسته ها دوباره دام صدا. ابراز علاقه محمد رضا حیاتی مجری سرشناس تلویزیون به ابی اما برایش درد سرساز شده. من خودم از ارادتمندان ابی هستم، یعنی صدای ابی برای من صدای سالها خاطره. سخنانی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و آقای حیاتی را مجبور به انتشار این توضیحات کرد. صرفاً به ذکر خاطرات اون خواننده بود و همیشه یاد مولا علی علیه السلام و سیره و روش و منش مولا علی ابن ابی طالب راه و روشمان بوده و هست و خواهد بود. و توضیحاتی که به نظر می رسد از نظر مدیران سازمان صدا و سیما کافی نبود. آقای حیاتی چند روز بعد گفت حرف دلش رو زده، اما شاید مسئولان صدا و سیما دلگیر شده باشند، چون تماس گرفته و گفتند فعلا نیا. محمد رضا حیاتی را شاید بتوان چهره ماندگار تلویزیون ایران دانست، کسی که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران از زبان او به گوش مردم رسید.
از جمله اینجا: حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. لحظه‌ای که تا سالها بعد در سال روز مرگ آیت الله خمینی باز پخش می‌شد. در آخرین لحظات آقای افشار گفتن که نمیتونن، این از لحاظ روحی حالشون مساعد نیست و امکان خوندن این خبر براشون نیست. قرعه به اسم شما داره. بله. پرز مرد. با گذشت سالها و با وجود انتقادهای گسترده از عملکرد صدا و سیما در پوشش اخبار داخلی و خارجی، محمد رضا حیاتی همچنان مجری بخش‌های مهم خبری تلویزیون باقی ماند. ادبیات به کار رفته در بعضی از خبرهایی که اعلام می‌کرد هم خبرساز شد. ولی در مذاکرات سازش با فلسطینی‌ها نقش هویج را ایفا می‌کرد. انگلیس نشسته بر روی اره برگزیت، راه پیش و پسی که هر دو را دشوار می کند. و این توضیح که اختیاری در انتخاب کلمات ندارد. بعضی رو می بینیم از قبل، ولی خب ببینیم هم باز فرقی نمی کنه، چون صاحب رأی نیستیم که بخوایم تغییرش بدیم. مردم خیلی ناامیدن. اما خارج از استدیوی خبر بارها در مصاحبه‌های مختلف نظرات شخصیش را بیان کرده بود. در میانشان انتقاد از مسئولان. متاسفانه خیلی ها دارن حالا به علت وابستگی هایی که دارن و به جاهای وصل هستن یا به افراد و مسئولین وصل هستن، دارن استفاده های وحشتناکی میبرن، حقوق های آنچنانی میبرن. محمد رضا حیاتی تنها نیست. چند روز پیش شهاب‌الدین طباطبایی مدیر حوزه هنری خوزستان هم برکنار شد، ظاهراً به دلیل این سخنان. من معین رو به عنوان یک خواننده خوب و فوق العاده، یک خواننده‌ای که به مخاطب احترام میگذاره، من همیشه میگم اگه جای حسن روحانی بودم میگفتم معین رو دعوت میکنم ایران. و کمی پیشتر توقف ساخت سریال پایتخت بعد از پخش این تصاویر که به گفته منتقدان از دو فیلم قبل از انقلاب کپی برداری شده. واکنش هایی که این سوال را به ذهن می آورد: چرا چنین اظهار نظرهایی حتی از زبان کسانی که نماد دستگاه خبری حاکمیت به شمار می آیند تحمل نمی شود؟ هدف آیا هرچه بیشتر تنگ کردن دایره خودی ها در دستگاه های دولتی است، یا نگرانی از محبوبیت و تاثیرگذاری هنرمندان خارج از کشور، یا حتی زنده کردن نوستالژی سالهای دور که از نگاه بعضی روزهای بهتری بودند؟ باران عباسی، بی بی سی. ما این دنیا محسن ولیهی گرافیسته و سالهاست که لوگو طراحی میکند. او حالا چند وقتی است که تجربه خودش رو در طراحی لوگو و سادگی اون طرح رو به پورتره سازی از شخصیت‌های نامدار فرهنگ و ادب ایران گسترش داده. آقای ولیهی مجموعه دیدنی از پورتره‌های مینیمال نویسندگان و هنرمندان ایرانی فراهم کرده و در اینستاگرام به نمایش گذاشته. سام فرزانه با این هنرمند درباره سابقه طرح‌های مینیمال او گفتگو کرده. این پروژه زمانی آغاز شد که من سال گذشته طرحی از آقای صادق هدایت در صفحه اینستاگرامم منتشر کردم، برای اینکه به دوستانم نشون بدم یک طراح نشانه چطور یک عکس واقعی یا تصویر رئال رو با اشکال هندسی ساده و مینیمال میکنه. من محسن ولیهی هستم، طراحی گرافیک خوندم و شغلم طراحی نشانه و هویت بصریه. من از اول انقدر ساده و مینیمال طراحی نمیکردم. در نوجوانی کلاسای طراحی و نقاشی میرفتم و طراحی رو طبق اون شیوهی که توی اغلب این کلاس ها مرسومه با سایه روشنها و هاشورهای فراوون یاد گرفتم. اما زمانی که رفتم دانشگاه برای تحصیل طراحی گرافیک، متوجه شدم که بعضی از همکلاسی های من پروژه ها رو به یک روش ساده تری انجام میدن و در این حال پیام کار رو هم میرسونن. مهمترین ملاک انتخاب اشخاص ویژگی های صورتشون بوده، آناتومی خاص صورتشون یا شکل خاص آرایش موها و ریش و سیبیل یا چشم‌ها و گاهی هم پوشش مخصوصی که داشتن، مثل
مثلا عینک تیره‌ای که آقای کیارستمی اغلب به چشم داشت. قانون طراحی برای من این بوده که از حداقل‌ها استفاده کنم، یا حداقل تکرار یا حداقل فرم‌ها، ابتدایی ترین فرم‌ها و شکل‌های هندسی، یا حداقل اشاره به اجزای صورت. اگه در چهره‌ای عناصر خطی مهم‌تر بودن، مثل مدل ابرو یا خط خنده، احتمالاً در طراحی من هم خطوط غلبه دارن. ولی اگه سطحی مثل مدل موها شاخص‌تر بوده، احتمالاً طراحی من هم با سطوح هندسی ساخته شده. جز این دو مورد، یک حالت دیگه‌ای هم بین طراحی‌های من وجود داره. اونم وقتیه که طراحی رو فقط با تکرار یه دونه فرم هندسی ساختم. احتمالاً برای خیلی ها این کارها سرگرم کننده است، چون با تخیلشون میتونن حدس بزنن این طرحهای ساده به چه کسی اشاره میکنه. شاید برای بعضی ها آموزنده است اگر به طراحی علاقه مندن، و ممکنه برای خیلی ها مهم باشه چون براشون یادآور هنرمندانیه که احتمالاً دوست دارن. به نظر من این خاصیت اختصار و سادگیه که گنجایش زیاد داره و این ویژگی مینیمالیسمه. ولی من طراحی نکردم که این موضوع رو به کسی یاد بدم، چون حداقل درباره ما ایرانی‌ها مطمئنم که ما با این مفهوم از خیلی خیلی قبل تر از این آشنا بودیم. وقتی نظامی گنجوی قرن 6 هجری فرزندش رو اینطور نصیحت میکنه که کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر، و این ابیات در فرهنگ ما تبدیل به ضرب المثل شدن از فرط تکرار، پس ما نه تنها با این مفهوم آشنا بودیم که حتی زندگیش کردیم. ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.